سلام بچه هم دارم که حالتون عالی باشه من مستر خوب خوب هستم و با یه ویدیو علمی خبری دیگه به سراغ شما برگشتم میدونم خیلی وقت شد که یک ویدیو یه خبری نساختیم راجع به اخبار پزشکی روز هفته گذشته و هفته قبلش خبر نداشته و در نتیجه اخباری که الان میخوام بهتون بگم مربوط به دو هفته قبل هستش دوستان امیدوارم که حال دلتون هر جا که باشید هر جای این کره خاکی باشید عالی 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 باشه دوستان اخبار جالبی اومده راجع به چند تا داروی جدیدی که پیدا کردن اپروف کردن و اف تایید کرده و چند تا خبر دیگه راجع به بیماری های مختلفی که الان اومده بیرون Let's do this guys بریم ببینیم ماجرای اخبار پزشکی مثل پسندانه این دو هفته گذشته چی هستش یادتونه نره حتما سابسکرایب کنید لایک کنید کامنت بذارید این خیلی به من کمک میکنه که همچین ویدیوهایی رو براتون بسازم دوستان خبر اول خبر اول دوستان مربوط به مرگ ناشی از سکته قلبی هستش دو روز پیش این خبر اومده و گفتن که خانم ها بیشتر از آقایون دچار مرگ بعد از سکته قلبی میشن و یک آمار گرفتن فهمیدن که مرگ خانم ها بعد از سکته قلبی یعنی اونایی که حالا خانم من دچار سکته قلبی شدن بعدش اومدن آمار گرفتن دیدن 11 و 8 درصد مرگ داشتن از این خانمها در صورتی که آقایون فقط 4 و 8 درصد مرگ داشتن پس تقریبا سه برابر بیشتر از مردها خانم ها بعد از سکته قلبی دچار مرگ میشن حالا دو هفته بعد یک ماه بعد سه ماه بعد این اتفاق افتاده بعد گشتن دنبال علتش فهمیدن که میتونه علت مربوط به در واقع عوامل ژنتیکی باشه اینکه خانم ها یه سری ژنهایی رو دارن که بعد از سکته قلبی میتونه تهدید کننده ی حیات اونها باشه و علاوه بر اون به خاطر علائم نامتعارف سکته قلبی در خانم ها هستش یعنی چی یعنی وقتی که آقایون دچار سکته قلبی میشن بیشتر نشون میدن سکته قلبی رو به صورت درد قفسه سینه علائم متعارف سکته قلبی بیشتر نشون مثلا درد قفسه سینه تعریق درد مبهم در قسمت پشت جلو و این چیزهایی که ما به عنوان سکته قلبی میشناسیم اما توی خانم ها این علائم میتونه بیشتر نامتعارف باشه مثلا درد شانه درد فک درد دندان دسته که سکت قلبیه ولی مثلا درد دندان پیدا کرده و با درد دندان مراجعه کرده و این باعث میشه که درست تشخیص داده نشه سکته قلبی و فرد بره دو سه روز بعد بیاد و همین دو سه روز طول کشیدن سکته قلبی و عدم تشخیص دادنش باعث بشه که خانم ها بیشتر در معرض فوت قرار بگیرن بعد از سکته قلبی این خبری بود که جدیدا اومده چون آماری که الان گرفتن رسمی یعنی خبر بوده قبلا ولی آماری که الان گرفتن رسمی بوده و تایید شده دیگه این خبر و واقعا خبر بدی هستش اوکی خبر دوم خبر دوم مربوط به ایجاد پارکینسون توسط یک باکتری در روده هستش دوستان بیماری پارکینسون اگه برید ویدیوی بررسی تخصصیش رو من توی کانال گذاشتم برید ببینید خیلی ویدیوی جالبیه اینکه پارکینسون چطور ایجاد میشه دوستان پارکینسون یک آرزه مغزی هستش که به دنبال اون فرد دچار اختلال در تفکر دچار اختلال در حرکت و حتی حافظه میشه بعضی از مواقع و الان یعنی حدود 3-4 روز پیش یک باکتری رو توی روده و کلا معده و دستگاه گوارش پیدا کردم به نام در واقع دیسولفو وایبریو دیسولفو وایبریو این باکتری ایجاد هیدروژن سولفید میکنه که همین هیدروژن سولفید میتونه از طریق یه سری مکانیسم هایی ایجاد یک ماده به نام آلفا سینوکلین کنه دوستان آلفا سینوکلین اگر برید ویدیو تخصصی پارکینسون رو سینوکلین یکی از مواد دستی در ایجاد پارکینسون توی مغز بود حالا این آلفا سینوکلین توی روده قرار گرفته توسط این باکتری داره توی روده تولید میشه حالا شما بگید خب مصر توی روده چه رفتی به مغز داره جالبه بدونید که همین ماده آلفا میتونه از عصب واگ از عصب واگ نزدیک به روده بره بالا به سمت مغز انتقال پیدا کنه و این چیز خیلی خیلی جدید و عجیبی هستش که یک ماده بتونه از عصب منتقل بشه به سمت مغز قبلا از طریق عروق داشتیم انتقال از طریق بافت داشتیم ولی انتقال از طریق عصب اونم توسط یک ماده خیلی عجیب هستش که الان تولید شده پس طبق این خبر افرادی که بیماری های گوارش دارن و باکتری دی وایبرگ توی گوارش این افراد پیدا بشه میتونن باعث ایجاد پارکینسون در آینده در این افراد بشه اوکی بریم خبر بعدی یا خبره. سوم خبر سوم مربوط به پیدا کردن یک داروی جدید هستش که البته الان تایید شده یعنی بودش ولی خب داشته تست می شد. الان تاییدیه گرفته از FDA و یا سازمان غذا داروی جهانی این دارو اسمش هست و اوزا. و اوزا یک داروی کاهش گور در یا دوستان خیلی جالبه یکی از عوارض خیلی بد بعد از یا خانمها خانم ها ایجاد گرمای بیش از اندازه حس گرمی بیش از اندازه در بدن در پوسته و بهش میگن گور که خیلی بده که از بدترین و معروفترین ترین ها هستش اوکی اول بیا بهتون بگم که آرزه گور در یا چطور اتفاق میفته دوستان ببینید در حالت عادی قبل از یا میزان استروژن بدن بالاست و در نتیجه در تعادل با یک نوع هورمون دیگه به نام نوروکینین که اینها در تعادل هم و باعث دمای نرمال بدن میشن اما بعد از یائسگی با کاهش میزان استروژن میزان نوروکینین میره بالا و تاثیر بیش از اندازه میزان نوروکینین باعث افزایش دمای بدن و گور گرفتگی بشه حالا داروی و اوزا میاد چه کار میکنه در واقع داروی و اوزا یک داروی آنتاگونیست گیرنده های نوروکنینه یعنی میاد گیرنده های نروکنینی که الان زیاد شده توی یائسگی رو بلاک میکنه و دیگه نمیذاره نروکنین تاثیرش رو روی گرنداش بذاره و باعث افزایش دمای بدن بشه و در واقع این دارو شامل فزولین تانت هستش که همون بلاک کننده گیرندای نروکنین هستش و باعث کاهش گرگرفتگی تا 50 درصد و حتی 60 درصد شده یعنی بسیار عالی یعنی داره درمان میکنه و الان تاییدیه گرفته و داره میاد توی بازار و کمک میکنه به خانم هایی که حالا یاسه شدن و دچار گروهی رفتگی شدن داروی فئوزا اوکی بریم سراغ خبر بعدی خبر چهارم خیلی خبر جالبی هستش و اینکه گفتن که آیا میدونستید که حالا حشرات پشه مگس به دنبال بوی صابون شما بدن شما رو ترک میکنن و ردیابی میکنن و به دنبال شما میان و حالا اینکه اگر اون بوی صابونه براشون مطبوع باشه و خوششون بیاد و فکر کنن غذا هستش میان روی بدن شما میشن و باعث شده گزش میشن پس اگه میخواهید کمتر دچار گزش حشرات مثل حالا مگس و پشه بشید آه صابونتون رو عوض کنید حالا جالب اینکه که اومدن تحقیق کردن یه عده بهشون صابون نارگیل دادن استفاده کردن و به یه عده صابون حالا گل و میوه دادن جالب بدونید افرادی که صابون گل و میوه زدن دیدن که جذب حشرات بیشتر به سمت اون افراد بوده تا به سمت افرادی که حالا صابون نارگیل استفاده کردن چون خود حشرات به خصوص مگس و پشه دوست دارن از غذای گل و گیاه و حالا میوه استفاده کنن و دانش به این نوع بو جذب میشن تا به بوی نامتعارفی مثل نارگیل و دیدن به اندازه 60 درصد این بوهای بدن تاثیر داره و افراد با عوض کردن صابونشون از سابونهای معطر که حالا بوی گل و میوه میدن به صابونهای نامتعارفی مثل نارگیل مثل صابون شیر و صابونهایی که حالا بوهای نامتعارفی برای حشرات دارن و به اونها جذب نمیشن میتونن باعث کاهش گزش حشرات بشن نه کاملا بلکه باعث کاهش تا درصد 50 درصد 60 درصد بشن که درصد قابل توجه هستش خبر پنجم خبر پنجم از اون خبرهای ترکوندنی مغز هستش واقعا جالبه که الان باعث نشون میده که چقدر علم پیشرفت کرده چقدر پزشکی پیشرفت کرده اومدن بر روی جنینی که هنوز توی رحم هستش و 35 و هفته هستش و هنوز متولد نشده عمل مغز انجام دادن What? اومدن دوباره میگم روی جنینی که 35 هفته هستش توی رحمه و هنوز متولد نشده عمل مغز انجام دادن و اونم با دستگاه اولتراسان یا همون سونوگرافی دوستان این جنین بیماری جالینوس داشته جالینوس یه بیماری هستش که توی این افراد مستقیما وریدها به شریانها وصل میشه و مویرگ نیست نیست توی مغزشون شبکه مویرگی نیست و این باعث میشه که جریان خون خیلی شدید بشه و در نتیجه این جریان خون شدید باعث بشه که نتونه تبادل اکسیژن ایجاد کنه و به بافت مغز اکسیژن بده و در نتیجه باعث ایجاد با از به بافت مغز و خیلی از بافت دیگه مثل بافت قلب بشه و ممکنه بعد از تولد جنین به مدت اندکی جنین فوت کنه حالا اینا اومدن این عمل رو قبل از تولد جنین یعنی توی خود رحم انجام دادن و بعد از اینکه جنین متولد شد سالم متولد شد و هیچ گونه عوارضی نداشته این عمل و کاملا سالم کاملا جنین بی آرزهی متولد شد فقط با کمک یک عمل توی رحم قبل از تولد جنین چقدر جلوی کلی بیماری و کلی جراحی های در آینده و کلی نقص جنینی رو گرفتم با کمک این عمل و جالبه که بدون نقص بوده و این اولین عملی بوده که حالا توی رحم بدون نقص صورت میگیره و رفع یک بیماری خیلی حاد و جدی که این بیماری در بین 60 هزار نفر یه نفر رو درگیر میکنه یک بیماری نادر هستش عمل موفقیت آمیز بوده فکر کنید چه عملهای دیگه ای می میتونن انجام بدن روی جنین که دیگه مثلا با نقص دیواره قلبی وارد این دنیا نشن با نقایص مادرزادگی وارد این دنیا نشن و بتونن توی همون رحم اونها رو درمان کنن و دیگه نیاز به کلی هزینه بعد از تولد و کلی درمان و کلی مراقبتی که ممکنه جواب نده نباشه خیلی خبر جالبیه خیلی خبر واقعا من خودم خیلی خوشحال شدم از این خبر خبر ششم خبر ششم ارتباط بین سرطان رحم و چاقی هستش آمدن 120 هزار زن در انگلستان رو بررسی کردن که 13 هزارشون مبتلا به سرطان رحم بودن دیدن اونایی که مبتلا به سرطان رحم بودن اکثرا چاقی داشتن و با کمک این آمار تونستن ارتباط بین چاقی و سرطان رحم رو بررسی کنن و پیدا کنن و دیدن به ازای هر پنج واحد افزایش بی ام آی، یعنی توده بد شاخص توده بدنی بنزای هر پنج واحد افزایشش 88 درصد احتمال ایجاد سرطان رحم بیشتر میشه حالا بقیه سرطان رو بررسی نکردن احتمال ایجاد بقیه سرطانها هم از ولی به خصوص سرطان رحم اومدن بررسی کردن دیدن واو 88 درصد به دنبال فقط افزایش 5 درصد شاخص بدنی افزایش پیدا میکنه احتمال ایجاد رحم و در اینجا توصیه میکنن که حتما خانم ها رژیم غذایی داشته باشن ورزش منظم داشته باشن و نذارن مبتلا به چاقی بشن اگر آلردی چاق هستن سعی کنن که یک ورزش و در کنارش یک رژیم غذایی داشته باشن که دوچار این عوارض حاد بعد از چاقی مثل سرطان های رحم نشن و علتش این میدونستن که به خاطر عدم تعادل در انسولین ناشتا و تستوسترون در چاقی وقتی که افراد چاق میشن یک عدم تعادل در تستوسترون و انسولین ناشتا ایجاد میشه توشون و این باعث ایجاد تحریک در سرطان رحم میشه که خیلی خبر واقعا وحشتناکی میتونه باشه خبر هفتم و آخرین خبر این ویدیو بازم خبر جالبیه دوستان یک قارچی هست به نام قارچ کلاهمرگ، مرگ یکی از سمیترین قارچ های موجود در طبیعته و چون این قارچ خیلی شبیه به یک قارچ غیر سمی هستش افراد ممکنه برای غذا از این قارچ استفاده کنن به خصوص اونایی که توی جنگل ها زندگی میکنن اونایی که سنتی زندگی میکنن و در نتیجه شایع ترین مسمومیت یعنی بیماری مسمومیت در جهان مسمومیت با این قارچ کلاه مرگ هستش که وقتی که فرد از این قارچ استفاده میکنه یک ماده به نام آلفا آمانیتین وارد بدنش میشه و باعث آسیب حاد به کلیه کبد مغز و قلب میشه و در جا فرد رو از پا در میاره و میتونه باعث مرگ فرد بشه که تا الان پادزهری نداشته این سم قطعا فردی که از این قارش استفاده میکنه اگر این ماده آلفا آمان، آمانیتین وارد بدنش بشه باعث مرگش میشه پادزهری هم نداشته یعنی درمانی نداشته اما چند روز پیش نزدیک به پنج روز پیش یک دکتر به نام جیا او پینگ وانگ، که دکتر پزشک چینی هم هستش اومده تحقیقات و گستردهی رو انجام داده و وارد ژنتیک شده و با کمک متخصصان ژنتیک به پادزهر این قارچ رسیده این خبر خیلی خبر باحالیه چون میتونه جون خیلی از افراد نجات بده که دوچار مسمومیت با این قارچ شدن پادزهری به نام ایندوسیانین سبز این دو سبز که اینجا تصویرش میبینید هم به صورت آمپول وجود داره هم دارن قرص رو تولید میکنن که با کمک این این سبز تونستن جلوی در واقع پروگرس این ماده سمی آلفا آمانیتین رو بگیرن حالا توی حیوان جواب داده و حیواناتی مثل موشینا که بهشون این داروی این دو سیانین سبز دادن دیگه دچار مرگ و تخریب اندام های بدن نشدن این خبر خبر خیلی مهمی هستش در دنیا باعث در واقع نجات جان خیلی از افراد دنیا میشه که دچار مسمومیت با این قارچ کلاه مرگ میشن اوکی این بود خلاصه از هفت خبر دو هفته پیش امیدوارم لذت کافی را از این اخبار برده باشید دوستان اصر امروز یک ویدیو راجبه یک بیماری خواهیم داشت که خیلی تخصصی هستش حتما پیگیر باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار